20 نوامبر 29 آبان روز جهانی کودک است و همه ساله به این مناسبت رسانه ها به بررسی اوضاع احوال کودکان در دنیا می پردازند. اخبارشیه در گزارش کوتاه سعی دارد به اوضاع احوال کودکان در کشورها و مناطقی از جهان با اکثریت شیعیان بپردازد. به گزارش همکارم سعید بهاری توجه بفرمایید. یکی از مهمترین مشکلات کودکان در دنیا به ویژه در کشورها و مناطقی از جهان اسلام با اکثریت شیعه مسئله کودکان کار است. کودکان به ویژه در ایران و افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی از روستاها و حاشیه شهرهای کوچک و بزرگ برای کارهای سخت و طاقت فرسا به شهرهای بزرگ آورده می شوند و همزمان از درس و تحصیل و آموزش محروم و در معرض آسیب‌های روحی و جسمی فراوانی قرار می گیرند. و نهایتاً به دلیل این آسیب‌ها پس از رشد به قشر بزهکار جامعه افزوده می‌شوند. در کنار معضلات و آسیب‌هایی که بحران اقتصادی کودکان کشورهای شیعه نشین را قربانی خود کرده است، بحران‌های اجتماعی و جنگ و اعتراضات هم کودکان را در ردیف اول قربانیان قرار داده است. جنگ یمن و بمباران شهرها توسط ائتلاف مورد حمایت سعودی آمار بالایی از تلفات کودکان را همواره در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان داده است. از ابتدای این جنگ در سال 2015 تا کنون بیش از 3825 کودک یمنی شهید و 4157 کودک مجروح شدند. اوضاع احوال کودکان در افغانستان شاید از همه نقاط دنیا دردناک‌تر باشد. در کنار محرومیت دختران از حق تحصیل که در یک سال اخیر مدیریت گروه سنی‌های تندروی طالبان بر این کشور تبعیض علیه دختران را شکلی قانونی و رسمی داده است، فقر و گرسنگی و مشکلات معیشتی و فروش کودکان به دلیل گرسنگی و عدم توانایی سیر کردن شکم ایشان توسط خانواده‌ها اوضاع کودکان در این کشور را به حالت اخطار قرمز رسانده است. اوضاع کودکان در منطقه شرقیه عربستان سعودی با اکثریت ساکنان شیعه هم بسیار غمبار و دردناک است. کودکان در این منطقه همواره توسط استخبارات سعودی در اعتراضات دستگیر و روانه زندان‌های طویل المدت می‌شوند که در گزارش سازمان‌های حقوق بشری هم آمده است. دردناک‌تر آنکه حکم اعدام کودکان در عربستان هم صادر شده است. در میان 15 حکم اعدامی که ماه گذشته در عربستان صادر شد، 8 تن ایشان به دلیل اتهاماتی بود که پیش از سن 18 سالگی مرتکب شده بودند. بحرین نیز در زمینه دستگیری و بازداشت و صدور احکام سنگین برای کودکان شیعه فاصله زیادی با عربستان سعودی ندارد و آمار کودکان بازداشت شده در اعتراضات شیعیان در بحرین هم حکایت از آن دارد که کودکان در این کشور با اکثریت شیعه و با حاکمانی از اقلیت سنی امنیت و آزادی و رفاه لازم را ندارند. اوضاع و احوال کودکان در ایران هم بسیار نابسامان و دردناک است، به ویژه کودکان کار که چهره شهرهای بزرگ ایران را بیش از 3 دهه دگرگون کردند. در زمینه آمار اعتیاد کودکان هم متاسفانه کودکان ایرانی در معرض آسیب شدید هستند و بنابر تایید مقامات دولتی ایران 1.3% دانش آموزان شهر تهران معتاد به مواد مخدر هستند. در کنار تمامی آسیب‌های اجتماعی، کودکان ایرانی در اعتراضات 3 ماهه اخیر هم آسیب‌های زیادی دیدند و در میان بیش از 330 تن از کشته شده‌های اعتراضات اخیر 52 کودک دیده می‌شوند که نام کیان پیرفلک از کودکان شهر ایزه در استان خوزستان بیش از سایر قربانیان در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد. کودکان همچنین در میان مجروح‌ها و بازداشت شدگان اعتراضات 3 ماهه اخیر در ایران نیز چشمگیر بودند. همچنین باید به آسیب‌های روحی وارده به کودکان در پی سرکوب خشونتبار معترضان در ایران هم اشاره کرد. استشمام گاز اشکاور، دریافت ضربات باتوم و خشونت‌های اعمال شده و صداهای گوشخراش تیراندازی‌ها روح و روان آسیب پذیر کودکان در شهرهای بحران زده را به شدت آزار می‌دهد و ویدیوهایی از این آسیب‌ها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر داده شده است. نزن آقا بچه هم می‌ترسه، نزن.
علاوه بر تمام اینها، جای خالی کودکانی که دیگر نزد خدای رنگی کمان هستند برای همسن و سالانشان دردیست فراموش نشدنی. سعید بهاری، اخبار شیعه. در این باره گفتگوی داشتم با مصطفی اکوند، مدیر سازمان شیعه رایس واچ، و از ایشان پرسیدم در روز جهانی کودک شرایط کودکان را چطور می‌بینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمام بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام، روز کودک رو به همه شما تبریک میگم و از کودکان عزیز معذرت خواهی میکنم. به عنوان یک کسی که باید تمام سعیم رو بکنم که کودکی اونها کودکی باشه و آینده اونها ساخته بشه، متاسفانه ما نتونستیم به عنوان یک بزرگتر که کودک قبل بودیم آینده و سازندگی رو برای اونها داشته باشیم و بتونیم آینده خوبی رو برای اونها رقم بزنیم. عزیزان ما، کودکان ما، شیعیان ما در بحرین آمار بیشترین زندانی ها رو کودکان دارن. در منطقه شرقیه سعودی متاسفانه میبینیم که کودکان عزیز ما، شیعیان عزیز ما مبتلا به سرطان های مختلفی هستند، به خاطر اینکه در این منطقه نفخی زندگی میکنن اما اون امکانات رو ندارن که بتونن زندگی سالمی رو داشته باشن. بنابراین من از همه اونها معذرت میخوام اولا، و ما باید اینو بدونیم نسل ما، نسل آینده ما، این کودکان عزیز ما باید بتونن کودکی خودشون رو انجام بدن و در این حال بتونن آینده رو بسازن. ما بزرگترها باید تمام سعیمون رو بکنیم این آرامش رو به اونا بدیم که بتونن هم برای کودکی خودشون، لذت کودکی خودشون، هم برای آینده تمام سعیشون رو بکنن و ما دست در دست اونها بتونیم این راه رو بریم. وظیفه ما این هست که بتونیم این کودکان رو به اون مقطع برسونیم. اما متاسفانه با وضعیتی که در کشورهای مختلفی هست و با ظلم و ستمی که انجام میشه در کشورهای مختلف، در کشورهای مسلمان نشان یا این با داشتن اسم اسلام، متاسفانه هیچ راهی رو، هیچ هدفی رو پیگیر نبودن و تمام سعیشون این بوده که حال حاضر رو ببینن و وضعیت خودشون رو ببینن و نسل آینده و کودکان آینده رو فراموش بکنن. از کودکان میخوام به ما یاد بدن که و به ما یادآوری بکنن که یک زمانی ما هم کودک بودیم و تمام سعیمون رو ما باید بکنیم که اون آرامش، اون صلح و صفا رو برای اونا بتونیم برقرار بکنیم و بهشون نشون بدیم که آرامش داشتن، با هم زندگی کردن، دین داشتن، همه اینا یک زنجیره‌ای هست که هر کدوم از اینا گسسته بشه متاسفانه آینده بدی رو خواهند داشت. ما باید هم با دین اونها کار بکنیم، برای دین اونها کار بکنیم، هم برای آینده و سلامتی جسم و جان روح اونا تمام سعیمون رو بکنیم. یادتون باشه که عزیزان ما، کودکان ما در کشورهایی مثل سعودیه، مثل بحرین زیر ظلم ستم هستن و این مستثنا نیست فقط به سعودیه و بحرین، متاسفانه رو در کشورهای دیگه هم ما شاهدش هستیم و باید تمام سعی و تلاشمون رو بکنیم که بتونیم آینده ای رو خوب برای اونا درست بکنیم. گفتگوی نیز داشتم با محمد امیدیفر، روانشناس از تهران، و از ایشان پرسیدم اوضاع اخیر در ایران و کشته شدن کودکان در این کشور و انتشار گسترده این گونه اخبار چه تأثیری بر روان کودکان دارد و برای محافظت از آنها و سلامت روان ایشان چه کارهایی میتوان انجام داد؟ ضمن عرض سلام و تبریک روز جهانی کودک به تمام کودکان دنیا، در پاسخ به بخش اول سوالتون باید عرض کنم که بله، با توجه به شرایط فعلی ایران و دوران پسا کرونا و این همه خبرهای منفی که
در رسانه ها و سوشال میدیا و فضای اجتماعی داره پخش میشه، کودکان ما دچار آسیب میشن و این آسیب ممکنه ایجاد اضطراب، ترس و استرس باشه و حتی در موارد شدید ممکنه تو کودکان رو دچار PTSD بکنه. و ما والدین برای کاهش این آسیب ها میتونیم یک سری راهکارها رو انجام بدیم. اولین راهکار اینه که شنیدن اخبار رو محدود کنیم به زمانهای خاصی و بهترین زمان برای شنیدن اخبار صبح ها هستش، به این علت که اگر کودک به طور ناخودآگاه این اخبار رو شنید و برش سوالی پیش اومد بتونه با ما مطرح کنه و ما بتونیم اضطرابش رو برطرف بکنیم. شنیدن خبر در موقع خواب به خاطر اینکه کودک نمیتونه اضطرابش رو بیان کنه باعث میشه که کودک خوابهای بد ببینه و دچار کابوس بشه. راه دیگه‌ای که ما باید در مورد این اخبار منفی و کاهش آسیب اونها انجام بدیم اینه که با کودکانمون در مورد این خبرها صحبت کنیم و هر جا نگران هستن و اضطراب دارن این نگرانی و اضطراب رو برطرف کنیم و با زبون خودشون اخبار رو برای اونها توضیح بدیم. راه سوم اینه که خب کودکان ما که فقط در خونه اخبار رو نمیشنون، بیرون میرن و با دوستانشون صحبت میکنن و شاید برن مدرسه جای خالی دوستانشون رو ببینن و این خالی بودن این جا هم برای اونها شوکه کننده باشه. ما باید با کودکان اون وقتی که از بیرون میان صحبت کنیم، ببینیم چه چیزهایی رو شنیدن، چه اخباری رو شنیدن و براشون توضیح بدیم به زبان خودشون و باشون صحبت کنیم. و در آخر مهمترین نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید با کودکانمون دوست باشیم و کودکانمون باید به ما اعتماد داشته باشن. ما باید یک فضای بسیار امن در خونه برای اونها ایجاد بکنیم و بدونن که خونه با توجه به تمام اخبار منفی دنیا، خونه برای اونها فضای امنیه و پدر مادر در هر شرایطی اونها رو دوست دارن و مراقب اونها هستن. این مهمترین قسمت حفاظت از کودکانه، نه در قبال اخبار منفی، در قبال هر اتفاقی که برای کودکان میفته. یعنی پدر مادر باید بدون قید و شرط فرزندانشون رو دوست داشته باشن. همینطور که میدونیم کودکان در حال ساخت دنیا و شناخت اون هستن و برای ما بهترین حالت اینه که اینها یک دنیای خوب و شناخت خوبی از دنیا داشته باشن و بتونن تو این دنیا زندگی کنن و نباید بگذاریم این اخبار منفی و نگرش منفی دیگران این دنیا رو برای اونها خراب بکنه. با تشکر از شما.